سلام دوستان، در خدمت شما هستم با یه جلسه دیگه از آموزش فیگما. این جلسه میخوایم در مورد ابزار گرادیانت با هم صحبت کنیم. خب گرادیانت رو نگفته بودیم، الان میخوایم با گرادیانت کار کنیم. من میام اینجا یه فریمی میکشم و میام تو بخش فیل این فریم یه رنگی به این حالا فریمی که داریم میدم. برای اینکه بتونید از گرادیانت استفاده کنید، اینجا این بالا 4 تا گزینه رو میتونید ببینید که یکیش سالیده که همین رنگ معمولیه که داریم استفاده میکنیم، یکیش ایمیج، میتونید ایمیج اینجا اضافه کنید به جای رنگ، میتونید ویدیو بذارید به جای رنگ، یک حالا ویدیویی رو آپلود کنید روی این فریمی که دارید و به جای رنگ استفاده کنید، میتونید از ابزار گرادیانت استفاده کنید. اینجا گرادیانت رو بازش میکنیم و وقتی گرادیانت رو باز میکنیم یک همچین حالتی براتون به وجود میاد. اینجا توی این محیط گرادیان میتونید حالت‌های گرادیان رو انتخاب کنید. توی این دراپدانی که براتون باز میشه اگر اینجا کلیک کنید، یه دراپدانی براتون باز میشه که میتونید حالت‌های گرادیان رو انتخابشون کنید. حالت اول حالت لینیر هست، حالت دوم حالت ردیال هست که یه حالت دایره‌ای شکل بهتون میده، حالت بعدی حالت انگولار هست که یه همچین حالتی بهتون میده، حالت انگولار، حالت بعدی حالت دیاموند هستش که یه حالت الماستوری بهتون میده و میتونید از این گرادیانت ها استفاده کنید. حالا فعلا میذاریمش روی حالت لینیار و روی حالت خطی میتونید اینجا گرادیان خطی ایجاد کنید. اینجا یه نوار گرادیان دارید که روی این نوار گرادیان میتونید رنگ هاتون رو انتخاب کنید. مثلا من میام روی این قطعه رنگ سمت چپی کلیک میکنم، اینجا میتونید ببینیدش. وقتی روی هر کدوم از اینا کلیک کنید، تغییر رنگ رو اینجا روی نوارشون توی استاپ هاشون میتونید ببینید و اینجا میتونید استاپ هم اضافه کنید. خب و میام اینجا مثلا سر وقت این استاپ روشن‌ترمون، این حالت روشن‌تر رنگمون، مثلا یه رنگی بهش میدم، مثلا رنگشو میکنم آبی. خب میبینید که ترکیب قرمز و آبی اینجا برامون اومد ایجاد شد. شما میتونید اینجا این رنگ قرمز رو هم تغییرش بدید. میتونید این وسط بیاید یه کلیکی روی این نوار بکنید و یه رنگ جدیدی اضافه کنید، یا میتونید اینجا روی این به علاوه کلیک کنید یه رنگ جدیدی اضافه کنید، مثلا یه رنگ حالا بذارید ببینم بنفش تور بهش بدیم خوب میشه. خب یه رنگ بنفش تور مثلا اینجا میاریم و این رنگ بنفشمون رو یکم به سمت تیره میبریمش مثلا. خب میبینید که الان 3 تا قطعه رنگ دارید. میتونید باز دوباره رنگ اضافه کنید و این رنگ رو هم میتونید تغییرش بدید، میتونید ببریدش مثلا به سمت قرمز و یه مقداری مثلا حالا شکلش رو عوض کنید. اینجوری میتونید رنگ های مختلف داشته باشید. این بازوها رو اگر هر کدوم رو بگیرید بکشید، میتونید که جای رنگ هاتون رو یک تغییری درش اعمال بکنید. مثلا این آبی رو میتونید اینجوری بکشید، قرمز رو اینجوری بکشید. خب میتونید گرادیانتون رو از اینجا روتیت هم بکنید، بچرخونید 90 درجه 90 درجه دوباره 90 درجه دوباره 90 درجه بچرخونیدش. میتونید فیلیپ گرادیانت رو انجام بدید و معکوسش بکنید این گرادیانت رو در هر زاویه‌ای که هستش. علاوه بر این امکاناتی که اینجا توی گرادیان دارید، میتونید بیاید روی این ابزار گرادیانی که روی شیپتون یا فریمتون قرار گرفته هم کار بکنید. مثلا این بازوها رو بگیرید جابجاشون بکنید، از این دایره های ابتدا و انتها میتونید بگیرید جابجاشون بکنید، این اهرم های رنگی که دارید رو میتونید جابجاشون بکنید و یه حالا شکلی رو میتونید بهش بدید دیگه. با این جابجایی ها میتونید یه شکلی رو بهش بدید. الان یه مشکلی که این گرادیانه داره از نظر من اینه که رنگ تیره قرمز اومده بعد از رنگ تیره رنگ روشن قرمز قرار گرفته. من میخوام اینا رو با هم جابجاشون کنم. اینجا میکشم اینا میارم اینجا. خب میتونید اینجوری تغییرات مربوط به گرادیان رو اعمال کنید. میتونید این اهرام گرادیان رو بگیرید و کلا جابجاش هم بکنید. حالا اینجا یکم داره اذیت میکنه. ابزار موو رو که انتخاب میکنید میتونید این ابزار گرادیان رو جابجاش هم بکنید دیگه. اینجوری میتونید تغییراتی که مد نظرتون هست رو اعمال کنید. میتونید نوع گرادیان رو هم تغییر بدید، مثلا ردیال استفاده کنید، انگولار استفاده کنید. حالا مثلا مدل انگولارش میتونه اینجوری باشه، مثلا یه تغییراتی اعمال کنید. تو حالت انگولار میتونید حالت بیزی و دایره درش ایجاد کنید. این قابلیت رو بهتون میده. اینجا یه دایره ای هستش، میتونید این دایره رو جابجاش بکنید یا حالت بیزی و حالا دایره ایجاد بکنید. تو حالت دایموند هم میتونید باز دوباره گرادیانتون رو جابجا کنید، میتونید قطر این بیزی، این در واقع دایموند، این لوزی که به وجود میاد رو کم و زیادش بکنید و اینطوری میتونید گرادیانت ایجاد کنید. حالا اگه یه رنگی هم نخواستید میتونید اینجوری بیاید روی این منفی ها
کلیک کنید حذفشون بکنید. اینم از ابزار گرادیان. میتونید خود این فریم هاتون رو بچه ها از فیلیپ هوریزونتال و فیلیپ ورتیکال، شیفت و اچ، شیفت و وی. شیفت و اچ به صورت هوریزونتالی میاد فیلیپ میکنه و شیفت و وی به صورت ورتیکال میاد فیلیپ میکنه. میتونید در حالا طول یا در ارتفاع شکلتون رو برعکسش بکنید. الان من روی این فلیپ هوریزونتال اگر کلیک کنم میبینید که شکلمون برعکس شد. خب اگر روی ورتیکال کلیک بکنم میبینید که ورتیکالی شیپمون برعکس شد. حالا مثلا اگه یه عکسی داشته باشیم اینجا واضح‌تر میتونیم ببینیم. از ابزار شیپ استفاده میکنیم، یه عکسی رو میاریم اینجا واردش میکنیم و بعد اینا رو میتونیم ورتیکالی و هوریزونتالی فلیپشون بکنیم. این ابزار فلیپی که دیدیم توی گرادیانت هم داشتیم در واقع همین کارو برامون انجام میده دیگه. خب این گرادیان رو ببریم رو حالت لینیار قرارش بدیم و تمام. خب اینم از آموزش گرادیانت و استفاده از ابزار گرادیانت در نرم افزار فیگما. فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار.